اختلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره ایالات متحده آمریکا بر سر لایحه بودجه فوری به چهارمین روز پیاپی تعطیلی موقت بخشایی از دولت منجر شد. با این همه به نوشته روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان گفته است که او اجازه نخواهد داد که ایالات متحده از پرداخت بدهی‌هایش قصور کند. تعطیلی بخش‌هایی از دولت انتقادهای بسیاری را در پی داشته است. مثل یک مش بچه که بر سر اسباب بازی مشاجره می‌کنند شدند. حس می‌کنم که کنگره نمی‌تواند تصمیم بگیرد و احزاب نمی‌توانند در کنار هم باشند. این چیز جدیدی نیست و همه دردش را می‌کشند. Feeling the pain of this. بازارهای مالی ایالات متحده روز پنجشنبه و در پی تداوم نگرانی سرمایه‌گذاران از بی‌نتیجه ماندن لایحه بودجه در کنگره و رویارویی با انتقادهای بیشتری از سوی نمایندگان جمهوری‌خواه، باز هم با سقوط شاخص‌ها همراه بود.